آخر برنامه من خیلی مهمه خیلی مهمه در مورد این مسئله واقعا غم است که داریم میبینیم در این حوزه من در چارچوب های اقتصادی زیاد نمیخوام وارد ولی از چارچوب تاریخیش میخوام وارد ما در این چند وقت یک دفعه متوجه شدیم دلار خیلی عجیب و غریب داره میره بالا یه دفعه تا 20000 تومان رسید با توجه به اینکه همین دشمنی هایی که الان غرب با ما داره در زمان احمدی نژاد داشت بدتر هم داشت با دوران احمدی نژاد با این تفاوت که در زمان احمدی نژاد اجماع جهانی علیه ما وجود داشت و امروز اجماع جهانی در دوران آقای روحانی وجود نداره و این تحریم هایی که هم انجام شده هنوز آثارش درست به ایران نرسیده که بخواد دلار انقدر گرون بشه و این گران شدن دلار خیلی شک برانگیزه من با یک سری دوستان اقتصاددان صحبت کردم و همشون گفتن این توجیه تحریم و اینا نمیتونه باشه چطور ما در زمان احمد نژاد دلار دیگه نهایتا از 1500 رسید به 2500 دیگه یورو یا مثلا مشخصا بیشتر از این که نشد دیگه یعنی هزار تومن گرونتر شد یک دفعه در عرض چند روز از 4000 تومان برسه 20000 تومان ببینید این یک قضیه ای که پیچیده است یعنی بایستی بررسی بشه و من مشخصا فکر می کنم یک بحثی فرای حتی بحث نفوذه که میخوان این کشور زمین بزنن و در کنار گران شدن دلار ما یه دفعه میبینیم پوشک یه دفعه نایاب میشه در کنار پوشک یه دفعه متوجه میشیم رب گوجه فرنگی یه دفعه نایاب میشه در کنار روبه گوجه فرنگی امروز مشخص میشه که آقا سیب زمینی کلی چهار هزار تومن میشه و در کنار این میبینیم بخشی از اپوزیسیون رضا طلب و مجاهد با وقاحت یعنی من ها و پستا و هاشون رو خیلی دیدم الان نزدیک چهل روزه این بحث احتکار رو تبلیغ دارن میکنن مردم برن اجناس بخرن اجناس مورد نیاز زندگیشون رو تو خونه هاشون احتکار کنن و در کنار اینا ما میبینیم رسانه من و تو هم مشخصا میاد تبلیغ میکنه که آی آقا بیاد احتکار کنید اینا رو بذاریم کنار همدیگه نتایج جالبی به دستمون میده اگر چون من برنامه میدونیم من تنها کسی هم برنامه تخصصی ساختم حالا فیلمش ساخته شده ولی فیلم حالات فیلم داره دیگه یتیم خانه ی ایران ولی تنها کسی که تا الان تو فضای سیاسی برنامه چون یه کتاب خیلی خوبم نوشته شده بود من بر اساس اون کتاب و آمارهایی که اون کتاب داده بود که نویسنده کتاب رفته بود اسناد آزاد شده آمریکا رو سفیران آمریکا در اون زمان 1296 تا 98 قحطی بزرگ که 10 میلیون ایرانی کشته شده بود و در درآورده بود بر اساس اون اسناد اومدم یک برنامه قوی ساختم و تنها کسی بودم که در چارچوب هولوکاست ایرانیان توسط انگلیس و قحطی 1296 تا 98 برنامه خیلی قوی ساختم و در این برنامه چون من ساختم و این اطلاعات این برنامه تو ذهنم بود اتفاقاتی که الان داشت میافتاد دیدم ای این چقدر شبیه همون هولوکاستی است که سر ما اومد در هولوکاستی که برای ایرانیان رخ داد در سال 1296 تا 98 قیمت ارز غیر ایرانی بالا میره و در کنار اینکه ارز غیر ایرانی مشخصا پون به ویژه بالا میره حالا یه عامل دیگه بود که بیگانه تو خاک کشور بود ولی این اگه بخوایم فاکتور بگیریم تجار ایرانی اقلام خودشون و مسئولات کشاورزی خودشون و اجناس خودشونو نمی اومدن به مردم ایران بفروشن چرا نمیفروختن به صرفشون نبود چون قیمت پوند و دلار و موقع داشت میرفت بالا و اینها این, این اجناس رو به سربازان انگلیسی و به سربازان شورت اون موقع روسیه بود توی قهطی اول به سربازان روس تزاری داشتن میفروختن و حتی در یک مقطعی به سربازان عثمانی در غرب کشور فروختن و امروز ما نگاه میکنیم حالا درست سرباز بیگانه تو خاک کشورمون نیست ولی امروز هم با بالا رفتن قیمت عجیب دلار این تجار ما مثلا به مانند همین بحث روب گوجه فرنگی که بررسی کردیم دیدیم آقا روب گوجه فرنگی کمیاب شد به خاطر اینکه بهتون نشون بدم حتی به خاطر اینکه این, این روب گوجه فرنگی رو نگاه کنید در یک ماه گذشته 500 برابر بیشتر ما صادرات روب گوجه فرنگی داشتیم به خاطر این که کسانی که داشتن تولید کننده های رب گوجه فرنگی به صرفشونه که روبی که میفروشن دلار تحویل بگیرن و 500 برابر صادرات رو به گوجه فرنگی رو شرکت ها و تولید کنندگان رو به گوجه فرنگی بیشتر داشتن که بتونن پول دلار دریافت بکنن و این باعث شده که امروز قحطی مثلا یا کمبود حالا قحتی که هنوز نمیشه بهش گفت کمبود رو به گوجه فرنگی وجود داشته باشه خب اینو بیایم داخل یه لحظه و در کنار اینها اجازه بدید این آمار که بهتون نشون دادم در کنار این قضیه دیدیم سیب زمینی هم همینه الان تولید کنندگان سیب زمینی هم دارن به پاکستان به کشورهای همسایه میفروشن سیب زمینی های خودشونو که دلار بتونن تحویل بگیرن که ضرر نبینن خب ما در زمان قحطی 1296 هم همین بود و وقتی که تجار ما تمام محصولات خودشون رو به خارجی ها فروختن که دلار به چون اون موقع ببینید دلار در این چارچو وقتی که این کار رو میکنن تجار در حقیقت اون پول دیگه ارزشی نداره چون اون یه کاغذ پارست دیگه شما دارید جنس میفروشید به جاش کاغذ پاره دارید میگیرید به اسم دلار و خب در اون قحطی 1296 و 98 هم این اتفاق افتاد تجار ما تمام محصولات خودشون رو به سربازای بیگانه و به خارجی ها فروختن و در بازار محصولات خوراکی و اینا کم شد اقلام کشاورزی چیزا... میوه جات و سبزیجات و محصولات کشاورزی و اینا همه کم شد گندم کم شد کمیاب شد بعدم قحطی به وجود اومد ما دو تا قحطی رو پشت سر گذراندیم یکی هم پس از خروج رضا که قحطی کوچک نامشه در اون مقطع بیماری زیاد شد و وقتی که شما قحطی به وجود بیاد با خودش بیماری هم میاره بیماریهای واگیردار هم میاره و این اتفاق اون موقع چرا افتاد بالا رفتن ارز که خیانت داخلی شد یه عده خیانت داخلی کردن ارز رو بردن بالا و تجار ما هم فکر جیبشون بودن و هر کسی فکر جیبش بود اینا میفروختن به خارجی ها و بخشی از اون جامعه پولدار کشورمون هم به جایی که در این شرایط فکر همه باشن همه رفتن تو مغازا مثلا تمام اقلامی که وجود داشت رو زیاد زیاد میخریدن احتکار میکردن منتها فرقش با امروز اینه که اون موقع رسانه ای وجود نداشت در اون مقطع یا اگر هم وجود داشت تحصیل گذار نبود که مردم رو تشویق کنه احتکار کنی ما امروز وقتی که من و تو میاد تبلیغ میکنه که آقا احتکار کنید و الان چه روز مجاهدین و رضا طلبا هم با بیشرفی این کارو دارن میکنن دم از ایران دوستی هم میزنن این بیشرفا آدم متوجه میشه داستان چیز خب آقا منو ما میگه تو شفافیت مادیش کجاست تا الان نگفته ولی میبینیم در راستای اینکه ایران رو باعث قحطی بشن ببینید کارشناس میدونم این کلیپ ها تو این چند روز دیدید برای اینکه مستند بشه میخوام بذارم ببینید چی میگه دو یه سوال مهمی رو که حتی از ما میپرسن اینه که در ارتباط با کاله های اساسی طلا فرش چه باید بکنم در مورد ارز پیشنهادتون چیه اونها ببینید من اولا اینو با دلی پردرد به هم میهنان عزیز غلط کردی بود دلی پردرد خب بگم شرایط بسیار سختی پیش رو دارن سختتر از این که پشت سر گذاشتن تنها راه هلی که به نظر میرسد هر شهروندی هر خانواری باید خودش بشود یک یکی از یه, یه ای یه ای تبلیغ داره میکنه میگه هر شهرمن خودش باید بشه یک حرفه‌ای محتکر یعنی می یعنی چی احتکار جرم میدنه میگه حالا حرفه ای بشه توی جور و اون کالاهایی رو که فکر میکنه مورد تقاضاست و چون مورد تقاضاست بهاش افزایش پیدا خواهد کرد اینا رو بخرن و در خونه داشته باشن وقتی که هزینه کاله های ضروریشون افزایش پیدا کرد خب این کالایی رو که گرفتن و در انبار خونهشون گذاشتن هم میتونن به بهای بالاتری بفروشن تا اندازه‌ای بتوانن جبران بکنن افزایش بهای کارهای ضروری مثل گوشت و مرغ و مواد دیدی چه حرام لقمه است میگه کالای ضروری رو به زیاد بخرید احتکار کنید که اگه کالای دیگه که وقتا ضروری تو نبود گرون شد شما این کالایی که احتکار کردید و با قیمت بالا بفروشید بتونید اونجا بگیرید و حرفه ای بشید اینا جرم ها این جرم این حرفی که داره میزنه تبلیغ جرم داره میکنه در حقیقت احتکار کردن جرم دیگه تو هر کشوری تو انگلیس جرم نیست اگه جمهوری اسلامی یک دستگاه قوی حقوقی داشته باشه در انگلیس میتونه اینا رو بکشونه پای میز محاکمه اینا دارن تبلیغ جرم میکنن و نگاه کنید خیلی برای من جالبه هرچی بیشتر مثل اینکه درس میخونن مثل که پوزش میخوام چهار میشن آقای کاوه مدنی میگه که معلومه ما وابسته باشیم بهتر از اینه که خود باشیم ما وارد کنیم بهتر از اینه که تولید کنیم این آقا رو ازش میپرسن به عنوان کارشناس به جایی که بگه آقا جان در زمانی که قیمت ها اینجوری دلار داره به صورت خیلی عجیب و غریب میره بالا شما باید ملی برخورد کنید و مردم ایران نباید جنس بخرن که مجبور بشن قیمت ها بیاد پایین تولید کنند و قیمت ها رو بیارن پایین همه قیمت ها بیاد کلا پایین و این به صورت مصنوعی بالا رفتن دلار شکسته بشه تبلیغ میکنه میگه شما آتیتید بدادید هیزم بریزید در این تنوره بالا رفتن قیمت ها شما برید بخرید و حرفه ای بشید تو این کار حرفه بشید حرفه بشید محتکر بشید بابا چقدر شما ها آخه م... نمیدونم چه نونی شما ها خوردی این کارشناسش آقای چیه دکتر جمشید اسدی حیف نام جمشید روی توی بیلی آقا چه نونی خوردی تا به مردم یه همچین پیشنهادی میدی به جایی که بگی آقا الان خرید نکنید اجازه بدید الان مثلا آمار داشتیم میگرفتیم یارو رفته 15 تا رب به گوجه فرنگی از فروشگاه شهروند میخواسته بخره یکی از عزیزانمون رفته بوده خرید بکنه داشت برام تعریف میکرد که اونجا دم در شهروند بهش گیر دادن گفته آقا اون موقع صندوق گفته 15 تا رب شما نمیتونید برداری هر کسی چهار تا رب میتونه برداره به جای اینکه ما یه خورده درس همبستگی یه خورده درس انسانیت به هم دیگه بیاموزیم میگه آقا اگر رب کمه تو بازار حالا این مدت رو نره همینجوری رو بخر داره تبلیغ میکنه میگه بخر احتکار کن فکر خودت باش فکر جامعه نباش فکر بقیه همسایت نباش تو فکر خودت باش حرفه ای هم شد تو فکر خودت باش تو اینکه فکر خودتی حرفه ای باش برو محتکر شد خب ما اینا که داریم نگاه میکنیم این رسما برنامه است که آقای حسن روحانی بذارید این فرد من بغل خودم بندازم اون بر اصلا حالا به هم خورد چقدر این آدم میتونه بیشرف باشه و ما با میبینیم حسن روحانی هم دولتش داره مخصوصا دلار رو بالا میبره یعنی من به نظرم یک نفوذی است در داخل در داخل دولت دلار بیشتر ببره بالا که باعث وزن موجود بشه که تولید کنندم ترس به خاطر ورشکستگی باعث بشه که محصولات خودش رو به کشورهای خارجی بفروشه به که دلار بتونه بگیره وقتی که خب محصولاتشون به خارجی ها همه رو بفروشن بازار اینا خالی میمونه از اجناس این برنامه وحشتناکی است که اینا دارن پیاده میکنن و شوربختانه پس از این صحبتی که در تلویزیون مناتو شد و خیلی پخش شده من امروزشم با چند تن از یاران و از عزیزان خودمون توی ایران صحبت میکردم گفتن مردم الان تو اصلا تا دوستانی که اعضای فامیل هم که اصلا سیاسی نیستن مسئله سیاسی رو دنبال نمیکنن ازشون پرسیدن گفتن شنیدی تو الان خاطر که مناتو این حرف زده ما داریم میریم چیز بکنیم جنس بخریم احتکار کنیم و اینا یعنی تبلیغ داره میکنه اینجا مشخص میشه تو چرا برای تو استیج پخش میکرد اینجا اکادمی گوگوش برای ما مشخص میشه آکادمی گوگوش با اون همه هزینه های وحشتناک ویلا و یه گوگوش و جایزه های آنچنانی و بلند شو بیا خواننده شو پول انقدر بگیر و برنامه های رنگین و شب نوروز انگلا و اقسام رقصا و بعدم که تمام این برنامه های استیج رو درست میکردم اون رها اعتمادی میومد حالا الان هم عروس برده برای پدرش خانم گوگوشا نوی میگه ما به خاطر شما به خاطر اینکه شما حال بکنید به خاطر اینکه شما لذتش رو ببرید ما در مناطق داریم تلاشمونو رو میکنیم بهترین لحظات رو براتون درست بکنیم نه شما همه تلاشاتون رو تو مناطق کردید بهترین لحظات رو برای ملت اینا درست کنید تا مخاطب جذب بکنید که در هنگامش که امروزه روز مبادا امروز دیگه به مردم بگید که آقا جا خودکشی ملی بکنید احتکار کردن یعنی خودکشی ملی کاری که مناتو داره میگه و اینها رو وقتی که بینید مشکل ما چیه یک بخشی بزرگی مشکل عزیزان اللهی و این عزیزان در این حکومته پدر حساب بچه ما رو در آوردن اینقدر روایت جعل کردن اینقدر داستانه عجیب و قریب اینقدر برنامه ها درست کردن که امامای عرب ما چی میگن چی کار کنم چی میگن شما به جایی که انقدر داستان آشورا تعریف کنی دمتون کم کردی؟ یه بارم می داستان این قهطی رو درست میکردی بعد از سالها یه فیلم سینمایی طرف ساخت دمشم گم گرم باز دمش گرم اونم که ساخت بسیجی بود دمش گرم ولی به جایی شما به تاریخ شاهان هستی تاریخ ما هست کردید شما به جایی که تاریخ به این ملت یاد بدید که آقا جان این بحث قحطی این اتفاقی که امروز داره میفته قبلا افتاد تجاره نامرد ما جنساشون رو فروختن به سربازان انگلیس و روسیه بخش پولدارتر جامعه که دستش به دهنش میرسید رفت اجناس رو خرید احتکار کرد و باعث یک فقر بزرگی شدن قحطی بزرگی شدن و نزدیک به یک ده میلیونی کشته شدن نه آقا اینا رو نمیان بگن اصلا تاریخ کاری ندارن تمام دق دقشون فقط مسئله دی فقط خدا نکن آدم بگه بالای چشم مثلا این مسئله اسلامیتون ابروه پدر آدم رو در میارن پا آقا پدر در بیار ولی یه دوتا هزینه میذاشتی اینها رو به مردم میاموختی از اون منم که پدر مردم رو انقدر در رو آی تو هجاب داری آی تو فلان داری مردم چشم و گوش بسته افتادن تو دام من و تو. چشم و گوش بسته افتادن تو دام رسانه های خارج از کشور صدا هم که لجن صدا که تولید کننده سرباز برای اسرائیل ده در مکمل من الان امروز شنیدم که اومدن تو ورزشگاه آریامر حالا آزادی و هرچی اومدن 500 تا دوربین گذاشتن که دختره وارد ورزشگاه نشن چقدر این حکومت یک جاهایی بیشرفه چقدر این حکومت یک جایی بیشوره یعنی مکمل آه. مکمل من و توه به جایی که 500 تا دوربین بذاره تو کوچه خیابونا تو بازارهای مختلف کیا دارن احتکار میکنن 500 تا دوربین گذاشته توی ورزشگاه آریامر دختر وارده و اگه دختر وارده ورزشگاه بشه کل این عرش خداشون میلرزه دیدید دیگه آ اگه موی زن دیده بشه عرش خدا میلرزه خب خاک بر سر چنین عرش خدایی که با پیدا شدن یه موی دختر میرزه آقا به اینجا مو رسوندید دیگه هر کاری که در اپوزیسیون داره انجام میشه و داره نتیجه میگیره شوربختانه مکملش شوربختانه بخش فناتیک حکومتن بخش فناتیک حکومت پدر ساب بچه ما رو در آوردن سربازسازی کردن برای اسرائیل سربازسازی کردن برای آقای جان بولتون نگاه کنید الان فخرآوری که میره در کنار رئیس موساد عکس میگیره مخاطبش یه دفعه بیشتر میشه آمد نیوزی که با وقاحت داره جادو جنبلی خودش میگیره دارم میکنم رسما در سرویس جاسوسی کار میکنه ببین تو تلگرام یک میلیون و تا مخاطب داره چقدر میخواید خودتونو رو گول بزنید آقا یه آسیب شناسی باید بکنید دیگه نمیشه که همش مثل یه اسب چشاتون رو ببندید فقط بخواید مستقیم برید دوره برای باید نگاه کنی یا آسیب شناسی کنی چیکار کردی چه گندی زدی که امروز مردم کشور ما هزار تا عامله آره خارجی ها هستن هزار تا بحث وجود داره آقا در جامعه در شما میگن آقا جان در خون اخونه که بیرون میری انواع اقسام ویروس ها وجود داره ورزش کن سبزیجات بخور بدن تو کن شما جامعه ما را اصلا هیچ واکسنی نزدی خب معلوم جامعه ما راحت فریب به رو میخوره الان به خاطر رسانه مناتور شروع کردن دارن احتکار میکنن رسما خود مردم با دست خودشون دارن خودکشی میکنن خب چه آموزشی داری چی کار کردی برای این جامعه بجز اینکه آقا ما کانال یک رو باز میکنیم یا آخون نشسته داره در مورد مسئله اسلامی میگه ای درد بگیری کانال دو باز یه خانم دیگه چی شده محجبه شده چادر آره ای تو هم در کانال سه او داره اینجا ازان میگه کانال چهار اینجا زیارت آشوراست آقا حدی داره دیگه شماها با این گندی که زدید حتی نتونستید در اون صدا و سیماتون درست حسابی بتونید از اون جوونایی که تو سوریه رفتن و در یک حرکت بزرگ شاهکار کردن کشته شدن از اونها درست حسابی دفاع کنید خب نگاه کنید دیگه ببینید تاثیر برنامه های ما در دفاع از مدافعان وطن تو سوریه قوی تر بود بهتر بود تاثیر داشت یا چرندیات شما تو رسانه هاتون حال به هم میزنید دیگه یه جایی خسته کردید یه جایی بعد آدم یه آسیب شناسی کنه که چرا امروز من میتونه تاثیر بذاره درست بودجشت زیاده هزار تا مسئله است ولی شما الان من خبردار میشم در درون ایران آقا ببینید برخی از چهرهای کاملا حکومتی رو اینا نمیذارن صحبت کنن مثلا خبردار شدم شنیدم که فرشاد فروزش هست این سرگردی که توی بخش نظامی هست ارتشیه این بنده خدا یه مدت کلیپ میداد بیرون کلیپ صحبت میکرد توی دانشگاه آقا کاملا باورمند به خامنه ایست باورمند به نظام باورمند به ولایت فقیه شدیدن هم مسلمونه این فرشاد فروزش یه مقدارش حرفای درست میزد ولی حالا اون بخش باورمندیش به اسلام و اینا رو فاکتور بگیریم حرفای ملی داشت میزد ببین چه حکومتی داریم ما فرشاد فروزش دیدم آقا یه مدت دیگه یوتیوبش مثلا به روز نمیشه تلگرامش به روز نمیشه جویا شدیم با کانالهایی که داشتیم با هزاران بدبختی فهمیدیم که بهش گیر دادن گفتم میتونی تو ایران سخنرانی کنی ولی حق نداری رو بذاری توی شبکه‌های های اجتماعی بعد برخی از این بچه ازبالایی دلشون خوشه میگه امید چرا تا اونجا موندی نمیای بابا شماها افرادی مثل یامینپوری که سایه منم احتمالا با تیر بزنه چون شدیدا محدویته دیگه من که به این جور مسائل که اصلا نه تنها باور ندارم که اصلا برای من یه حالت کمیکی داره توی سری مسائل ولی یامینپور رو شما تحمل نکردید شما همین رایفی پور که صد درصد تو حوزه عقیدتی اصلا ما تو دو دنیای متفاوت زندگی میکنیم تحمل نکردید نزشید بیا صدا و سیما حرف بزنه نه نه چجوری میخواید تحمل کنید شما حکومت درستی نیستی جمهوری اسلامی حکومت درستی نیست بنابر هزاران دلیل شما به خودیاتون رحم نمیکنید به خودیاتون فرشاد فروزش گذاشتید کنار بهش گفتی آقا چون برنامه نذا بعد مناطق دستش باز مغز مردان ما رو شستشون میده خب آقا چه جذابیتی داره یک جوان نظامی من حرف ملی میزد جلو اینو گرفتید خب اینجوری دست باز گذاشتید که هر غلطی من و تو بی بی سی دارن میکنن مردم دارن تاثیر میگیرن آقا جامعه هشتاد میلیونه من تو تونسته موفق بشه شما مکملشی شما بخش فناتیکی که در این حکومت هستید یه بخشی نفوذی هن اون حسن روحانی و تیمش کامل نفوذی هن خوب شد زندان جمهوری اسلامیتون اومدیم دیدیم چند تا بسیجی و هزبولایی چند نفر سپاییتون اطلاعات فروخته بودن به اسرائیل بی سر سر تو زندان نگرشون داشته بودید یواشکی اعدامشون میکردید بعضی هم آزاد میکردید مثل فر یکی بود اتلسی. فرهاد اطلسی طرف جاسوس دو جانبه بود برای اسرائیل جاسوسی کرده بود الان راست راست داره تو خیابونه ایران یا آزاد شد تو ایران یا آمده خارج توی هم میکنه نظر سیاسی میده الان طور رو خدا میبینی طرف سپاهی بود ما توی زندان دیدیم نامش حالا نمیارم یه اعدامش کردن میدونن همه بچه زندانی میدونن نماز شبش ترک نمیشد اطلاعات فروخته بود به اسرائیل همه چی رو فروخته بود یک بخشی که نفوزی هستن. یه بخشی هم که نفوذی نیستن انقدر فناتیکن توی فناتیک بودن خودشون دیگه فکر کن افراد محدویتی همچون رایفی پوری که آقا دیگه قرق بازی های محتوی بازیه آقای یامین پوری که دیگه قرق بحث محتویت اینا واقعا فکر میکنن باید تمام مسائل آماده بکنن امام زمانشون ظهور کنه یک افکار جالب اینجوری دارن جالب میگم البته افکار اینطوری دارن دیگه افکار افکار فناتیک خیلی رویایی دارن حالا ایراد نداره داشته باشن چی کار کنی چهار تا حرف ولی حرفه‌ای میزدن میومدن تو عرصه رسانه همون یامینپور و همه حالا اون دیدگاه تند مذهبیش بابا اومد چهار پنج تا آمریکایی رو آورد تو سداسیما سیما که اینا 11 سپتامبر رو رد میکنن تو آمریکا بودن استاد دانشگاه آمریکایی بودن خیلی کار بزرگی کرد یامینپور تحملش نکردن رایفی پور را زیراب زنن که آقا این نیاد تو سداسیما سیما حالا این رایفی پور حالا درست دنیای مهدوینا چهار تا حرف حسابی میزد یا نمیزد تحملش نکردن تو رو خدا میبینی مکمل قشن بی بی سی و من و تو هم. اصلا من نمیدونم چی بگم امو 500 دوربین گذاشتن که دختران نرن تو استودیوم حالا برم اون بازی چرند پرسپولیس پولیس استقلال رو ببینن یعنی حال آدم به هم میخواد این بازی بی دیده همونم هم ما نمیتونن برن تو استودیوم به خاطر چی یک جرگه اون خرمسبی که واقعا بیشعور داریم پدر صاحب بچه این ملت رو در بردن خواه, خواه با ای فناتیک این فناتیک بازیتون این کارا رو بکنید منوتو نیروهاش نیروهاش داره جذب میکنه اسرائیل داره کاری کرده مغز مردم ما رو شستشو داده الان مردم به خاطر آقای خامنه یا به خاطر شما جریان فناتیک و اینا که نمیرن احتکار نکنن ولی به خاطر همین منوتو او اون موجود بیسوادش و اون کارشناس بیشرفش الان بلند شدن دارن میرن احتکار میکنن الان 48 ساعته این اتفاق داره تو کشور میفته اطلاعات دقیق دارم ما تو شهرون میگم رفته بودش یکی از فامیلامون خرید کنه میگه همه داشتن جمع میکردن جارو میکردن دیگه طرف 15 تا رو به گوجه فرنگی برداشته تو رو خدا میبینی یعنی داره حرف منو تو رو گوش میکنه دیگه صحبت کردن توی جامعه به خونه وادامون آمار گرفتن میگن آقا مردم بلد مناتو دارن میرن احتکار میکنن خب مکملش چیه نداشتن یک صدا و سیمایی درست مکملش چیه نداشتن چهار تا آدم تحلیلگری که دلسوز این جامعه باشن و تیریبون داشته باشن و خب ما هم که تیریبونمون که در حد خودمونه تیریبونمون که اونقلا قوی هم نیستش که در کوتاه مدت بتونیم تاثیر بزنیم ما تمام تاثیری که میزنیم بلند مدته چون مخاطبانمون نسبت به جامعه خیلی اصلا ناچیزه ما نهایتا بعد از چند ماه هر برنامه برنامهمون نهایتا در مجموع دانلود و دیده شدن در فیسبوک و یوتیوب و همه اینا میشه صد هزار تا خودمونی که نمیخوایم گول بزنیم که قرار نیستیم اینجا خودمون رو فریب بدیم که صد هزار تا آقا جامعه هشتاد میلیونه و من متاسفم واقعا خیلی نگرانم روحانی هم که داره این خیانتاشو میکنه مرتیکه تو سازمان ملل هم علنا چیز داد پیام داد به ترام دلیل نداره بیایم جل همه صحبت کنیم پشت صحنم هست بریم صحبت کنیم خیانت روحانی و تیمش تعصب بخشی از میگم حزب واقعا چون بخششون هم واقعا هوشمندن میفهمن ولی خب دیگه شور بختانه چی بگم یه بخش به هر حال فناتیک خرمصبی که پدر این جامعه در بودن اینا مکمله من و تو این اپوزیسیون تا مغز استخوان خائنن در اینجا ما فقط یه جریان چهارمیم که خیلی تلاشمون رو میکنیم که بخوایم آگاه آگاه بکنیم ولی آگاه رسانی های ما روشنگری ما در طولانی مدت جواب میده در کوتاه مدت آقا حریف خب من و, و که نمیشیم در کوتاه مدت حریف نمیشیم الان همین بحث احتکار خب من برنامه میسازم منتشر میکنم برنامه منو که همه ایران نمیبینم ولی شوربختانه مناتو از طریق چند ماهواره تو خونه همه میره اون موفق میشه تو کوتاه مدت خب اگه تو کوتاه مدت موفق بشن یه اتفاق بعدی مثل سال 1296 بیفته کی جواب گوه خیلی باید مراقب باشی من ببینید کی بهتون تاریخ رو نگاه کنین کی بهتون هشدار دادم اگر جلوی نفوزی ها رو نگیرید و اگر اون بخش که خیلی تندوتون یک مقدار خودشونو به روز نکن به روز نمیگم بکنین اصلا تو همون جا بمونید یه مقدار ولی بالاخره کوتاه باید بیایید برجام, برجام داخلی با خودتون امضا کنید یه مقدار کوتاه نیار شما قافیه رو سالهاست تو فضای رسانهای باختید و این باختن باعث میشه که کشور رو به یک فاجعه وحشتناک سوق بدید من این بخش برنامه رو میبندم ببخشید زیاد هفته نم لازم بود که آدم وقتی که مسائل رو تحلیل میکنه یه زمانی میگن آقا یه سوزن به خودت بزن یه جوالدوز به دیگران ما اگر داریم اخیانت گسترده اپوزیسیون پرده برمیداریم اگر خیانت هایی که دانسته و ندانسته توسط این حکومت دانسته بخش روحانیست ندانسته بخش متعصب فناتیکشونه اگر اینو نگیم ما یک برنامه وابسته هستیم اون وقت مثل بقیه که فکر جی بمونیم ما مثل ما هستیم مثل کسای دیگه ای که داریم میایم یعنی حرف مف بزنیم پولمون رو بگیریم از یه جایی زندگیمون رو بچرخونیم نمیشه شما حقایق و سوزن به خودت نزنیم بعد بخوای جوالوز به دیگر رو بله اپوزیسیون خائنه این جوالوزشه که ما چهار ساله تو حلقشون کردیم ولی یه سوزن باید به این جمهوری اسلامی بزنیم دیگه نه بزنیم یه سوزن باید به این بخش شدیدن مذهبی بزنیم دیگه که مکمل کارهای خانم مسیح علی نجادن طرف برگشته میگه که آره میدونید چیه مسیح علی نجات زرنگی دارن میکنن اینا با اسرائیل کار میکنن و اگر مثلا یه بچه هزبالایی بند خدا میره یه تذکر ساده میده بعد اون طرف سریع هوچیگری میکنه دوربینش رو برمیداره فیلم میگیره میبینی اومی جان چجوری دارن خیانت میکنن من حالش رو گرفتم گفتم غلط کرده اون بچه بسیجی رفته به این خانوم گفته هجابتو درست کن میگه نه خب آروم گفته خیلی فقط در حد امر به معروف نهی از منکر. به نظر من امر به معروف و نهی از منکر فضولی تو کار مردمه غلط کرده کسی امر به معروف و نهی از منکر تو اون کشور بکنه شماها مکمل مسیح حل نجاری هر کدومتون که تک به تک چون خانوم ازباللهی که یا اون پسر ازباللهی که گیر میدید به سگ داشتن مردم تو خیابون گیر میدید به حجاب مردم شماها ها مکمل همینایید مکمل مسیح نجادی میخوای قبول کن میخوای نکن اصلا مهم نیست حقیقته و نمیفهمید دارید چی کار میکنید آقا سرت تو زندگی خودت باشه فضولی نکن تو زندگی مردم مسئول سیاسی رو مسئول مدنی رو وابده ولکن خیلی زرنگی مسئول سیاسی تو آقا شما مثل میگن آقا در دروازه رد نمیشه نکه سوزن رد میشه شما این همه شهدای هستهیتون اینا رو خونش رو پایمال کرد آقای روحانی همه رو رفتی دادید بعد اون گیر دادی تو حوزه مدنی که هجاب زنان یا مردم فک نیارن تو خیابون شوخی میکنید با ما شما جایی که باید حالا به قول واژه خودشون انقلابی من حتی با این واژه مشکل دارم بهش میگم اقتدارگرایی حالا با واژه خب با زبان خود این عزیزان صحبت میکنم اونجایی که بعد اقدام انقلابی میکردید میریختید سر روحانی اجازه نمیدادید این خیانت گسترده رو بکنه نتونستید آقای روحانی رفت امضا داد تمام خون اون شهدای هستگی ما رو از بین بردید تمام کار ما رو عقب انداختید تو حوزه هستی بعد گیر میدی به هجام دخترها اینجا برای ما انقلابی میشید شما اینکه دختر بره تو استادیوم انقلابی میشید فقط هم بلدید همیشه میدونی هر چیزی میگن علت اه... و معلولی داره دیگه شما فقط همیشه علت رو نگاه میکنید معلولش رو دیگه نگاه نمیکنید آقا علته چی معلول نگاه میکنید علت رو نگاه نمیکنید علت شمایید اگر خانم مسیح علی نشد میاد نه موفق میشه علت شمایید که اینقدر پر روید میدید به مردم نهی از ما خیلی جالبه میگم یکم بچه اسبالایی امید جان تو رو خدا یه برنامه علی مسیح علی نجات بساز این خانم چیزه داره زرنگی میکنه بچه های ما میرن آروم چیز میکنن تو این فیلم ها نگاه کن اون بچه ازبالله آروم داره مثلا در یه حد خیلی معقول نهی از منکر و امر به معروف میکنه تذکر میده به اجاب این خانوم اون خانوم یه قاطی میکنه فیلم برداری میکنه من خیلی برام جالب با این دوست بسیجی اصلا مثل که تو باق نیست برای چی بسیجی باید به خودش این اجازه بده بره نهی از منکر و امره به معروف کنه برای چی باید به خودش اجازه بده تو خیابون بره به یکی بگی حجابت نامناسبه یا بره به یکی تو سگ داری یا نداری غلط میکنه یه نفری این کار بکنه همین کارای شما پدر ما رو تو مملکت در آورد الان ما اروپا اومدیم ایراداتش گفتیم ولی خوبیاش هم بگیم دیگه وقتی من تو خیابون با هر تیپی را برم هیچکی چشش به من نیست منو نگاه کنه تو ایران یه زن مو بلند میکردیم چشم یعنی انقدر ما رو نگاه میکرد چششون در میومد. دید طرز دیدنتون طرز اینکه به خودتون اجازه میدید به مردم بگید چی بپوش چی نپوش خب آقا باید شده مکمل شما همین آقا رسانه ها هستید دیگه شما این مردم رو تو فشار گذاشتید خب مردم نگاه میکنن اقتصاد که ضعیفه اقتصاد حالا نمیگم مشکل همش شماید اقتصاد ما شور وقتانه بحث 200 ساله است اقتصاد زوال این بحثه مسئله مدنی رو شما پدر ما رو تو این 40 سال درآوردید حتی تو حوزه ملی هم که آقای خمینیتون اومد پرچم و دوتا کرد از اون موقع تا الان یه اختلاف بزرگی بین همه آقا کی این کار میکنه پرچم و عوض کنه شما این کارو کردید این چه دشمنی بود شما با ملیت ما کردی پرچم رو عوض کردی تازه الان چهار پنج ساله حالا ما همه چیزها رو گفتیم اونم حقم بگی دیگه همین اپوزیسیونی که ما هزاران ایراد بهش گرفتیم انقدر پرچم شیر خورشید رو هوا کرد حالا در رستش همون آقای همایون و اینا دمشون گم تو این حوزه انقدر پرچم بلند کرد بالاخره به این بچه ازباللهی یا تو ایران آقا جان یه مقدار اگه شما ایران ایران میکنی به جای پرچم حسین و سیاه به پرچم سیاه محمد رسول الله که شبیه داعشه یه مقدار فکر همین پرچم حتی جمهوری اسلامی خودتون رو بلند کنید که تو این چهار پنج سال بعد رامبود جوان اومد برنامه خندوانو اینا دیگه تو این چهار پنج سال اینا فهمیدن که آقا جان حتی اینا به پرچم جمهوری اسلامی خودشون هم اهمیت نمیدادن تو این چهار پنج سال دیگه یه خود پرچم پرچم یاد گرفتن یه چه حکومت داغونی بوده تازه ببین پرچم خودشون هم اینا چیز نمی دستشون نمی گرفتن. تو این چهار پنج سال دیگه یه خود اهمیتشون بیشتر شد خب شما همه دشمنی رو کردید الان عملا کاری کردید مردم ایران خودشون شدن عامل اسرائیل من این هشدارا لازم بود بدم این بخش برنامه رو می‌بندم ببخشید طولانی شد یه خورده بخش دوم این برنامه یه حالت درد دلی شد ولی لازم بود که آدم بالاخره یه سوزنی هم بزنه دیگه ممنون قربونتون برم این بخش رو می‌بندم سپاس